الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به روی ماه شما هموطنان نازنینم و مخاطبین برنامه حالا خورشید. بگه هرچی میخواستم آن مقدمه بگم، تو گفتی ناراحتم از این جهتی که وقت مردم رو برای توضیح و تبیین یه چیز بسیار بدیهی و طبیعی در تلویزیون قرار من بگیرم، ولی تو که لطف کردی و زنگ زدی همچنین مدیر گروهمون و مدیر محترم شبکه، این کلیدواژه جذابی بود که آقا تو همیشه خودت مطالبه کردی پاسخگویی رو از همه. خب حالا یه حرفی زده شده، این چرخیده و هزاران اتفاق غریب، یه چند دقیقه راجبش حرف بزن، من در خدمتم کامل. زنده باشی، خیلی خوش آمدی و امیدوارم که توضیحاتی که میدی برای بیننده هامون قانع کننده باشه. اصلا ماجرا از کجا شروع میشه؟ جریان چیه؟ الف این که گفتی من نیستم چیه ماجراش؟ چقدر هیچ وقت فکر نمی کردم لالوی زندگی روتین و عادی که داریم و هر کدوممون به تعبیر خودمون مطالباتی که داریم، یهو اسم خودتو پیدا کنی لالوی یه خبر که بشه الف این و چشات اینه هی دو چشم بزنه بیرون که چیه. به شهر خوندی خودت روزنامه شهر؟ منم خبر رو دیدم، یعنی خبری که اومد توی فضای مجازی و به سرعت دست به دست شد و تو اون متن من نوشتم که خب ما واقعا گوشتای قربونی جذابی هستیم برای اینکه خبرمون به چرخ فوج فحش و ناسزا بشنویم. برای چی؟ برای یه اتفاقی که پای تلفن ساده به تلویزیون، به یه مدیر، به مدیر گروه، مدیر شبکه، خیلی ساده مشخصه که چه اتفاقی افتاده. و فهم کنم تو این ماجرا چون تو دستی در برنامه سازی داری، به راحتی میتونی ماجرا رو با هم دیگه راجبش حرف بزنی و هیچ اشکالی نداره. شاید خیریتش همین بوده که مردم بدونن این مسئله رو، بدونن ماجرای برنامه سازی با حضور اسپانسرها رو، بدونن برنامه های مشارکتی یعنی چی، بدونن اگر میشورن در تلویزیون نگاه میکنن که قاطبه تلویزیون شده برنامه های اسپانسری، دلیلش چیه و اسپانسرها چی کار میکنن تو برنامه ها. دلیل واضحش اینه که پول نیست، بودجه نیست دیگه. این سال هاست فکر میکنم که ما داد زدیم تو تلویزیون. من ده ها بار گفتم، خواهش کردم، زجه زدیم رو آنتن که آقا تلویزیون پول نداره. چون در دهه 80 که تو یادت، در دهه 80 اسپانسری در کار نبود. ما خیلی کارا رو کردیم بدون اسپانسر، با تلویزیون انجام دادیم به عنوان تهیه کننده و برنامه ساز یا هر مدل دیگه ای، و پولمون از تلویزیون گرفتیم و کار انجام دادیم، حالا با نظارت و ارزیابی و کارشناسی و برآورد و هزار ماجرا که هنوز هم هست، پیچیده تر هم شده. از اوایل، دقیقا چیزی که من یادم این، از اوایل اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 اسپانسرها وارد برنامه سازی شدن در تلویزیون، برای اینکه دیگه نمیشد، مخصوصا برنامه های پرخرج. مخصوصا الان سریال هامون هم ما در چند سال اخیر داریم تماشا میکنیم دیگه، سریال هایی که اسپانسرها هزینه تولیدش رو پرداخت میکنن، مثل سریال پایتخت، مثل سریالی که همین امسال تو سریال پخش شد که در واقع اسپانسر هزینه شد داده بود. طبیعی هم هست، یعنی فکر میکنم مدیرای تلویزیون هم در این چند سال اخیر، توی 10 سال اخیر دیگه به طرق مختلف داد زدن که آقا نداریم، نمیشه یک رسانه‌ای که باید هر روز تغذیه بشه، هر روز تولید کنه، هر روز نمیتونه برام تکراری پخش کنه. یعنی میگه حضور اسپانسرها به رویه در تلویزیون تبدیل شده 100%. الان کماکان ممکنه بخشی از بچه‌های کماکان مظلوم تلویزیون باشن، برنامه‌هایی دارن ساده میسازن، با هزینه‌های کم میسازن و خیلی مواقع ممکنه ماها منتظر باشن برای دریافت پولشون. اما الان برنامه‌هایی که تولید بزرگتری داره، برنامه هایی که سنگین تره، حتما اسپانسر داره. مگه میشه ساخت؟ میتونی بسازی؟ ارتباط این به ماجرای سامن الحجج چی؟ ببین این یه موضوع مهمیه. من از قضاوت ها، از بعضی موقع تعابیری که دیدم، صادقانه بگم بسیار یه مواقع دلسرد شدم. دلسرد به چی؟ آره به این که رفیق عزیزم، من حق میدم به ناراحتیت، به مطالباتت حق میدم، به عنوان یه آدمی که کنار مردم دارم زندگی میکنم، من
سوژه هام، قصه هام، روایت برنامه هام از بین مردمه، غریبه نیستم با این فضا. پس این کنایه ها و حرفای مردم اذیتت کرده؟ 100% طبیعیه، تو برای مردم کار کردی، ولی حتی یک بخشی حاضر نیستن اندکی تأمل کنن. ببینید من این نکته رو خب ببین احسان، مردمی که تو رو دوست دارن میگن که احسان که از حق مردم دفاع میکنه، یهو میگن 3 میلیارد تومان احسان پول گرفته گذاشته تو جیبش. خب طبیعیه که موقع واکنش خیلی تندی نشون بدن دیگه، به تو هم نباید بر بخوره. کسی که اینجوری برداشت میکنه من بهش حق میدم، باید بهش حق بدیم. کاشکی توضیح میدادن. یعنی من همه ناراحتی مینه یه خبری میاد بیرون و هی تغییر میکنه، هی بالا میگیره هی پایین میگه، تعبیرای عجیب غریب ازش میشه. بذار ماجرای اسپانسری رو من تعریف کنم. یه توضیح واضحات باید بدیم که حتما از تو هم میخوام که تو هم اگر که جایی به ذهنت میرسه بگی. ببینید من سالهاست دارم برنامه سازی میکنم در تلویزیون. ما یک حیثیت داریم به عنوان مجری، یک حیثیت و یک شخصیت داریم به عنوان تهیه کننده و برنامه ساز. تهیه کننده یعنی کسی که با 150-200 نفر داره سر و کله میزنه و باید تامینشون کنه و بودجه‌ای که تخصیص پیدا میکنه رو توضیح کنه برای که این محصول ساخته شه. این خیلی بدیهیه. بریم سر این ماجرا و این سوء تفاهمه. در از سال 91 چیزی که چند سال حتی قبلش من و تو به عنوان یه شهروند تو کوچه خیابون داریم راه میریم و میبینیم یه جایی 500 تا شعبه داره، مثل بقیه بانک ها، مثل بقیه مؤسسات. من یه شهروندم، من نه تصمیم ساز اقتصادیم، نه تصمیم گیرندم، نه من مجوز میدونم بهره برداری رو به یه بنگاه اقتصادی مالی میدم، نه من گسترشش میدم، نه من سهامدارم. به من چه ربطی داره؟ یک جایی تأسیس شده، سالها قبل کار میکرده، در بیلبوردها، در روزنامه‌ها، در خبرگزاری‌ها تبلیغ میکرده، تیزر داشته، آگهی داشته، پیشنهاد همکاری برنامه مشارکتی میدن. اینجاش هم به من ارتباطی نداره. میره چرخش میکنه، استعلام میشه در سازمان صدا و سیما، مدارک اخذ میشه، مجوز تبلیغات اخذ میشه، به ما نامه میزنن که آقا میتونید همکاری کنید، تولید و پخش رو انجام بدید. یعنی حرف تو اینه که سامن الحجج میاد به تلویزیون پیشنهاد میده که برنامه بسازی یا به تو پیشنهاد؟ بسیار طبیعیه. اسپانسر الان چیکار میکنه؟ الان برای برنامه‌های من شما کلی نامه در تلویزیون، در شبکه، در گروه اجتماعی، گروه‌های مختلف وجود داره که آقا برنامه رشیدپور ما می‌خوایم اسپانسر شیم، برنامه علی خانی رو می‌خوایم اسپانسر شیم، برنامه فیروزی پور رو می‌خوایم اسپانسر شیم، برنامه ایران مدیر می‌خوایم اسپانسر شیم، برنامه رامبد جوان رو می‌خوایم اسپانسر شیم. و و و و و و و پیشنهاد همکاری در رسانه حضور داشتن، تو کل بیلبوردهای شهر بودن، تو خبرگزاری‌ها، تو روزنامه‌ها و مجوز داشتن اون موقع. حتما به سازمان صدا و سیما مجوز ارائه دادن برای تبلیغات. امکان نداره ما تبلیغ پشمک میتونیم بکنیم بدون مجوز؟ اجازه میدم به من و تو؟ خیر. میتونی؟ خیلی. شما رو آنتنت فردا صبح میتونی تبلیغ یه جایی رو بکنی بدونی که مکتوب به شما اعلام کنن؟ نه خیلی. امکان نه، محاله. حتما این سیر رو گذرونده و مجوز تبلیغاتشون گرفته شده. من اصلا چه میدونم فرق بانک ها و مؤسسات چجوری باید بفهمم چی کارم واقعا؟ اینجا میخوای بگی که تو هم به مجوز بانک مرکزی اعتماد میکنی همونطور که سپرده گذار به مجوز بانک مرکزی اعتماد میکنی؟ ما کارگروهی داریم، هیئتی داریم، واحدی داریم، نهادی داریم در سازمان که اخذ میکنه. هر چه میدونم یه آب میوه‌ای که میخواد در تلویزیون تبلیغ بشه باید بره اساسنامه‌اش رو بگیره، مجوزش رو بگیره، پروانه‌اش رو بگیره که آقا میشود نمیشود، مجوز بهداشت داره نداره. امکان نداره در سطح تلویزیون توضیح بشه که آقا میشود این رو تبلیغ کرد بدون اخذ مجوز. محاله ممکنه. خب پس حرفت اینه که اون موقع که سامن الحجج درخواست تبلیغات میکنه با مجوز و 500 شعبه به تو میگه که بیا برنامه بساز، و این 3 میلیارد تومان برای چند تا برنامه است؟ چجوریه؟ 6 مجموعه برنامه کار شده از سال 91. به ترتیب براتون بگم، مردم یادشونه، مردم برنامه ها برای شما ساخته شده، جای دیگه نبوده. برنامه 2.5 سیب برای تحویل سال بود. آره برنامه تحویل سال بود، 5 یا 6 شب لحظه تحویل سال، سال 92 که حضور داشتن به عنوان اسپانسر برنامه. برنامه ماه عسل سال 92 که نقطه عطفیه در واقع این دهه اخیر در برنامه های ماه عسل.
این 92 راجبش یه حرفی دارم. متهم اصلی پرونده سامن الحجج صبح توی دادگاه گفته که از سال 93 ورق برگشت. حالا یه دلایلی راجع برگشتن ورق گفته، من جمله اینکه بعد از اینکه گفتن عمل کرده ها مثبت است مجوز را باطل کردن. حالا این ادعای متهم پرونده است. رضا ابطال انحلال کی اعلام میکنن؟ انحلال رو در تاریخ 25 مرداد ماه سال 94 به یک بار مسئولان بانک مرکزی گفتن که مؤسسه اعتباری سامن الحجج غیر مجاز است که باعث شک شد. یه بار دیگه تاریخی که اعلام شده منحل شده رو بگو. 25 مرداد سال 94 ما چه برنامه‌ای داشتیم؟ نداشتیم ماها، بلکه شاید قریب یک سال قبل دیگه متوقف شده بود. چه سالهایی تو ساختیم برنامه؟ من اینو توضیح بدم و بعد بگم چه اتفاقی در تلویزیون افتاد. امیدوارم کسی از دست من ناراحت نشه، برای اینکه من یه برنامه ساز تلویزیونم، تهیه کنندم و مجری تلویزیونم و فکر می‌کنم این حقو دارم که از حیثیت خودم و همه همکارام و همه رفقام و از خونم دفاع کنم. واقعا برای اینکه سخته، برای اینکه سخته تو در پی مطالبات مشروع برای خودت، برای پیرامونت، برای مردمتی و یهویی بازیه میچرخه و تو یه مقامی قرار میگیری که اه اه من برای چی؟ برای برنامه ساختن در تلویزیون؟ احسان یه نظر... توقف کوتاه اینجا بکن. این چرخیدن بازیه من یه ذره میخوام مبنایی تر بهش بپردازم. هیچ اشکالی نداره اصلا. آره. من اینجام برای این که بپرسم، این پرسش رو پاسخ بدم. آره آقا، یه مدتی درگیری جذاب نه عجیبی درست میشه برای رامبد جوان. آقای فرابخش یه چیزایی میگن، رامبد یه چیزی میگه، تبدیل میشه به یه جنجال رسانه‌ای. بعد عادل روی آنتن و میدونیم دو هفته دیگه هم باز 90 شروع میشه، یه نامه منتشر میشه که عادل خداحافظی کرده و شروع. ببین این رضا، این خیلی کار ساده ای. تو 5 ماه اخیر من نه توهم توطئه دارم، نه از کسی ناراحتم و نه از کسی شکایتی میکنم اصلا، برای اینکه تقصیر خودمونه. یعنی ما وقتی که فشار میاریم برای بخشی از مطالبات به حق و اولویت دار برای کشورمون و مردم اتفاق نمیفته. خیلی خب، حالا یه چیزی اومده در خونه من دیگه، اشکال نداره جواب میدم. این ادعای مهمی ها، یعنی میگه چون ما میایم ادعاهای مردم رو مطرح میکنیم برامون حاشیه درست میکنه. الان حتما بیننده داره من تو رو قضاوت میکنه، میگه باز یه مشکلی پیش اومد، دو تای نشستین دارین هندونه به هم دیگه قرض میدین در شبکه 3. خب باید چیکار کنیم؟ چیکار کنیم که جواب بیشتر از اتهام شنیده نمیشه؟ چی کار کنیم که پاسخ کسی دیگه نمیشنوه، اصل خبره میره و کسی گوش نمیکنه چه اتفاقی افتاده؟ بعد از انتشار این خبر مدیر گروه ما حرف زده، توضیح داده، مدیر شبکه توضیح داده، هیچ کسی نمیشنوه. میخونم یه بخشی از توضیحشون رو. آقای کریمان که هفته پیش هم صندلی تو نشسته بودن، این شنبه‌مون هم باز قسمت شبکه 3 شد، یعنی شنبه قبلی، یک شنبه قبلی باز شبکه 3 داشت پاسخ میداد، حالا این هفته هم همینطور شد. آقای کریمان در مورد شخص احسان علی خانی اینطوری گفتن. مدیر گروه اجتماعی شبکه 3 گفت شخص احسان علی خانی و همچنین سازمان صدا و سیما پیگیر مطلب منتشر شده از طریق مراجع قضایی هستند و قطعا تا شفاف شدن دقیق ماجرا دست از پیگیری بر نخواهند داشت. وی افزود این مؤسسه زمان همکاری با احسان علی خانی حدود 500 شعبه داشته و در حال فعالیت بوده است. اینکه بعداً دچار آسیب شده و جلوی فعالیت آن گرفته شده داستان دیگری است. یا در یه جای دیگه از مصاحبه میگن که آیا مجری این شبکه خارج از عرف برنامه سازی و ساختار شبکه این پولو دریافت کرده؟ اظهار داشت موضوع احسان علی خانی به عنوان تهیه کننده و چندین عنوان برنامه ساخته شده یک کار مشترک و اسپانسری و همه موارد در چارچوب ضوابط مشخص و با نظارت سازمان صدا و سیما صورت گرفته است. که البته احسان من الان این جمله رو چجوری ببرم در خونه تک تک مردم ایران بگم؟ مردم ایران بسیار چجوری من الان به همه مخاطبای برنامه ها بگم مردم دیگه. لطفاً اینو بشنوید. صندلی داشت درد میرفت، ترسیدم به خاطر اون. اگر حرف درستی باشه، مردم ما انقدر نجیبانه نظر میدن، بدونن حرف درسته، مطمئن باش پای حرف درست میستن. اینقدر ذهن مردم رو مشوش میکنیم، حرفای عجیب غریب در فضای رسانه‌ای میزنیم. یه دونه توییت میخونم آقا، به اسمم میخونم دیگه، توی این برنامه آب از سر ما گذشته. آقای حسام الدین آشنا،
توییت کردن که از شورای محترم نظارت بر سازمان صدا و سیما خواهیم خواست که موضوع رابطه مالی و تبلیغاتی گذشته و حال سازمان، شبکه ها و برنامه های مختلف را با مؤسسات مالی و اعتباری و پروژه های ساخت و ساز متخلف یا غیر مجاز در دستور کار قرار دهد. من فکر کنم توی مدیران و مسئولینی که الان بیرون از در واقع تلویزیون مسئولیت دارن و فعالیت میکنن، شاید فکر کنم هیچ کسی به اندازه آیه دکتر آشنای عزیز مسلط و مشرف به فضای تلویزیون نباشن، آشنان به تلویزیون و آشنا با فضای برنامه‌های مشارکتی و اسپانسری، و قطعا ایشون مطمئنم که از خیلی عمیق‌تره تو این ماجرا. بذار برگردیم. من پیشنهادم دارم، من میگم من میخوام یه ذره سریع‌تر بگم، کاشکی آقای آشنای عزیز عضو هیئت نظارت بر بانک مرکزی هم باشن، اونجا هم تذکر بدن که آقا مجوز که میدین پاش وایسین، مردم به اعتبار مجوز شما میارن پول میذارن تو مؤسسات، نه به اعتبار مثلا یه تابلویی که الکی نصب شده باشه، میبینن مجوز داره میارن پولشونو میذارن. بنابراین یه تذکرم آقای آشنای بانک مرکزی میذارم. مردم اینو توجه بفرمایید لطفاً، شاید باید یه فکری کرد من و تو به عنوان یک شهروند، حالا با یک چهره فرهنگی، برنامه ساز تلویزیونی، بقیه مردم هم همینطور. من تو خیابون وقتی مواجه میشم با بیلبورد، مواجه میشم با سردر یه بانک یا یک مؤسسه مالی اعتباری که درش باز آدم ها دارن تعامل میکنن، با چی کار کنم؟ باید زنگ بزنم به وزارت اطلاعات بگم سلام خسته نباشید، من میتونم برم توی مؤسسه و بانک؟ از نظر شما زنگ بزنم به وزارت اقتصاد، به کجا زنگ بزنم؟ به کجا باید زنگ بزنم؟ تحت نظارت با مجوز بانک مرکزی. اون نکته که تو خوندی در اواسط و اواخر سال 94 اعلام شده که آقا مسئله داره، مشکلی داره این مؤسسه، چه ربطی به کار کردن ما از سال 91 تا پایان سال 93 داره؟ من داشتم توضیح میدادم متوقف شد برنامه دونیمه سی، برنامه تحویل سال، بلافاصله برنامه محصل سال 92 با اون اتفاق بزرگی که افتاد، بعد برنامه سه ستاره، بعد ویژه برنامه تحویل سال 93 و اتفاقی مربوط به جشن 20 سالگی شبکه 3 که کار سنگین بود. آقای آشنا تو همون مراسم خودشون اومده بودن؟ آقای آشنا برای بعد از برنامه محصل 92 که اونجا اومدن تجلیل هم کردن، محبت کردن، تشریف آوردن و خیلی ابراز لطف کردن به اون اثر و نگاه اجتماعی که داشت. سه چهار تاشو گفتم. بعد برنامه بهار نارنج، یعنی دو نیمه سی بی یکی، محصل 92، محصل 93، سه ستاره، ویژه برنامه تحویل سال 93، بهار نارنج، شش مجموعه برنامه است رضا، شش مجموعه برنامه ای که حساب کتاب داره، برآورد داره، ارزیابی داره، سازمان ما 10 تا نهاد نظارتی داره که چقدر آدم 150 نفر 200 نفر 4 ماه 5 ماه پیش تولید در جریان قسطن دارن کار میکنن، بچهای خودتونن، گریمور، تصویربردار، صدا بردار، راننده، شام میخوان، نهار میخوان، دکور میخوان، هواپیما رفت و آمد، مهمون بره بیاد، هدیه بگیرن، مگه اینا آدم نیستن؟ این بودجه تخصیص پیدا کرده به این، طبق قرارداد مرتب منظمی که داشته با سازمان صدا و سیما، من تهیه کننده ام، تلویزیون منو معرفی کرده گفته برو کارو انجام بده. و این 3 میلیارد تومان میگی که بابت این 6 برنامه است در 3 سال خورده بین سالهای 91 92 93 قبل از اینکه اعلامیه انحلال و غیر مجاز بودن سال. این نکته مهمیه. یه روزی روزش خاطرم نیست، در همون سالهای 93 حتما یک عزیزی که سمت داشته در دولت محترم، خاطرم نیست، فکر می‌کنم اواخر دوران آقای زرقانی بود اگه اشتباه نکنم، ما که از سیر مدیریتی که مطلع نیستیم، تماس گرفته شده بود که به هیچ وجه مؤسسه مالی اعتباری سامان رجاج دیگه اسمش مطرح نشد، تمام شد. مگه الان مدیر شبکه به تو زنگ بزنه حق نداری تبلیغ این آب میوره کنی؟ شما ادامه میدی میتونی؟ خیر. شما بدون عکس مجوز میتونی تبلیغ این آب میوره بکنی؟ نه، اینا جز بدیهیات بدیهیاته، ولی من بدیهیات رو با چه جوری بگیم؟ یکی از برنامه هم بود که یک باشگاه فرهنگی ورزشی داشتن با کلی قهرمان کشتی، هندبال، مدال، عنوان، با شبکه مذاکره کرده بودن که آقا ما چون شبکتون ورزشه میخوایم مهمونامونو شب عیده قهرمانامونو بیارین، ازشون تجدید کنید، ما هم اسپانسر میشیم، تولید و پخش رو تعاون میکنیم. اتفاق افتاده مجددن تو همون آغاز اوایل سال 94 اعلام شد که به هیچ وجه در سازمان صدا و سیما طبق دستوری که حالا دولت داده بود، نمیدونم وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، هر جایی که مسئولیت این حوزه رو داره، که من هنوز نمیدونم، این ضعف منه، قبول دارم این ضعف منه،
اطلاع دادم به مدیریت سازمان که دیگه به هیچ وجه مطرح نشه. به هیچ وجه مطرح نشد. ماها بعد اعلام شد که حکم انحلال داده شده. خب الان احسان، اگر ماجرا اینقدر واضح و بدیهی است، چطور در یک جمله معنادار در روزنامه شرق نوشته می شود که این مؤسسه به فلان سلبریتی الف عین هم بی توجه نبوده و 3 میلیارد تومان هم به حساب ایشان واریز کرده است؟ رضا، برداشت مردم از این چی میشه؟ چه شکلی فکر میگه میکنن؟ عجب آدمای فلان فلان شده، یعنی مجری تلویزیون، میان نن من غریبم بازی جلو دوربین در میارن، اونور پول میریزن به حساب. کاشکی روزنامه شرق که من اینجا اعلام میکنم هیچ گلایی ازش نداره. هیچ گلایی ازش نداره. انشالله برای همه، برای واقعا مطالبات واقعی رم پیگیری کنیم. انشالله همه این معوقاتی که وجود داره، همه اتفاقاتی که افتاده که خوب میتونیم راجبش حرف بزنیم، راجب همش بتونیم حرف بزنیم، اسما رو خانا و رسا بگیم بدون لکنت. کاش که یه زنگ میزدید به تلویزیون، کاش که با مدیر گروه ما حرف میزدید، کاش که با مدیر شبکه ما حرف میزدید، کاش که با مدیر مالی ما حرف میزدید. اونجا نوشته چیه؟ مجری. من مجری عیسی علی خانی گفتم 3 میلیارد بدید من براتون تبلیغ کنم. اینه واقعیت، درستش اینه. دو تا توضیح داره. 3 سال و تکرار میکنم 3.5 سال برنامه سازی در تلویزیون. تو هر کدوم از این برنامه ها 150-200 نفر کار کردن، 4 ماه 5 ماه 6 ماه جمع کنی میشه 1200 نفر روز کار. هان رضا، زیر نظر شبکه با نظارتشون، با ارزیابیشون، با برآوردشون، با این همه نهادی که وجود داره، کاش یه سوال ساده می‌کردید. من یه پرسش دیگه هم از احسان علی خانی دارم. در شرایطی که مردم ما با مشکلات مختلفی دست به گریبانن، مشکل بحران آب داریم، مشکل برق داریم، مشکل دلار داریم، مشکل زمینگیر شدن هواپیماهامون به خاطر عدم تامین ارز دولتی داریم، مشکل گرانی میوه داریم، انواع و اقسام حرفا، جریان سازی مثلا 6 میلیارد تومانی دو تا سلبریتی، تو و یک نفر دیگه، مجموعا رقم ها میشه 6 میلیارد تومان با همه توضیحاتی که گفتی، در برابر اسمایی که جلو هر کدومشون کم از 100 میلیارد تومان نوشته نشده، منتها نشناختیم هیچ وقت اینا کیان، همش الف به پ ت س جیم چ ه خ دال زال بوده. فکر میکنی که در پس این ماجرا چیزی است؟ ابهامی وجود داره؟ ماجراجویی وجود داره؟ نقشه راهی وجود داره؟ میخوایم حواس مردم پرت بشه از بعضی چیزها؟ واضح دارم ازت میپرسم. ببین، من حرفمو تکرار میکنم، من همیشه این فضا رو و این مدل نگاه و نقد کردم به عنوان یه مخاطب، که آدمها تو ازشون پرسشی میشه بلافاصله توهم توطئه پیدا میکنن، زمین و زمان و مقصر و متهم میدونن که خودشون جواب ندن. هیچ اشکالی نداره، ماها سالها جلوی شما حرف زدیم و قد کشیدیم، هیچ معنی نداره وقتی یه پرسشی وجود داره آدم ها جواب بدن. نه، من هیچ کسی رو متهم نمی کنم، هیچ کسی رو واقعا، ولی به این فکر می کنم که تو حوزه رسانه طبیعی هم هست، وقتی پمپاژ میشه این اسما دیگه جذابه، میدونی این اسما جذابه، مردم هم میرن دنبالش. من هیچ مشکلی با به ذات با وام گرفتن کسی ندارم. یه کسی گرفتاره، یه کسی تاجره، یه کسی میخواد کار اقتصادی کنه، یه کسی میخواد یه پروژه رو تولید کنه، میره یه جایی وام مشروع بگیره به موقع هم انجام بده. من تا الان که محضر شما نشستم باهم ادعا میکنم دیگه، 1000 تومن وام حتی از صندوق محل، خانواده، هیئت، مسجد، چه برسه به بانک و مؤسسه، 1000 تومن وام نگرفتم. نمیگم این فضیلت ها، نه، هر کسی ممکنه خیلی گرفته باشن، کار درستی هم کرده باشن، اصلا ربطی به این موضوع نداره. من میگم اصل موضوع چیز دیگه ایه. و بعد رضا، ما یا پایبند هستیم، قانون وجود داره و در برابرش گردنمون از مو هم باریکتره، یا نه. من میگم آقا، ما الان دو تا چیز داریم، دو تا مرجع داریم تو این حوزه، یکیش خود تلویزیونه که داره کار میکنه. بعد آخه بعضی فکر میکنم ما تو تلویزیون خونه خاله‌مونه هر کاری بخوایم میتونیم توش بکنیم. به قرآن اینجوری نیست. یعنی یه بار من آنتن چند سال قبل گفتم تلویزیون پول نداره، ولی تا دلتون بخواد کارشناس داره. مو رو اماس میکشن. آقا اینجا اینجوری تو همین چند ساله، یه بار فکر کنم توضیح دادم، تو دل یکی از همین برنامه‌هایی که الان حرفشه، دکور ما زدیم، ما تهیه کننده دکور ساختیم، تموم شد برنامه. تو همین شبکه 3 ارزیاب دکور گفت آقا 25 میلیون اضافه است، نمیارزه.
طراح صحنه همین میان ارزیابی میکنه پیمان قانه عزیز. آره برگه آوردیم شبکه که آقا یه پول گرفتی رفتی کار کردی فاکتور چوب آهن موتور فلان اینا نپذیرفتن گفتن نظر کارشناسی ما اینه کس کردن ازمون تو چشمون نگاه کردن اصلا اینا رو بخونم. برنامه حالا خورشید توییت رفقای روزنامه نگار رو دارم میخونم اگه نکته نسبت بهش داشتی بگو. برنامه حالا خورشید قرار است امروز عصر برای بررسی اتهامات مؤسسه سامن الحجج با حضور احسان علی خانی پخش شود. مگر دادگاه و قانون برای اعاده حیثیت نداریم؟ فرضاً اتهامات مطرح شده صحیح نباشد آفاری. چرا صدا و سیما باید برایش رپورتاج برود؟ چرا فرصت دفاع در برابر تهمت را برای دیگران محفوظ نمی‌دانند؟ احسان بوداغی نوشته این رو. احسان اتفاقا دادگاه چقدر حرف خوبی زده. من توی نامه‌ای هم که نوشتم خواهش کردم، هم از صدا و سیما خواهش کردم، هم از مراجع قضایی خواهش کردم. چیزی که تو این دو سه روزه من مطلع شدم یک هیئت تسویه جدی متقن دقیق کارشناسی وجود داره. زیر 1 میلیارد تومان هم دادن به مردم. این خبری بله اعلام کردن که زیر 1 میلیارد تومان بخش عمده ای از در واقع مطالبات برگردونده شده و اصلا داره دقیق کارشناسی میشه. آقا پرونده داره، قاضی داره، دارن همه حساب کتابا رو در میارن. فداچم دورتون بگردم. خب این اتفاق باید اونجا میافتاد. سازمان صدا و سیما تعامل میکرد با قوه قضاییه، قاضی که داره بررسی میکنه، کارشناسی که داره بررسی میکنه، ضابط که داره بررسی میکنه، نتیجه‌شو اعلام میکردن. نه اینکه یه چیزایی رو جمع کنیم یهویی بگیم با یه عناوین و عنوانهایی که بعد رضا رفته جلوتر. من کلی خبر دیدم که ماها به عنوان سلبریتی هدیه گرفتیم. ببین همین الان توییت اینه رضا جان، موضوع قرارداد تبلیغات که نیست، لطفاً بپرس چرا به عنوان هدیه این مبالغ در خدا. مرسی از کسی که اینو سوال کرده. ببینید آخه چه جوری جواب بدم اینو. اصلا شما چقدر من و رفقای سلبریتی اصطلاحاً یه چهره فرهنگی با چقدر ساده لوح باشه که یه مجموعه مالی، اعتباری، بانکی یا هر جایی بگه آقای رشیدپور میخوام بهت هدیه بدم، بیا این کاغذ رو امضا کن، شماره حسابت هم بده، برو خونه امو میریزم به حسابت. آخه چی دیدید ما رو؟ این اسپانسر عزیز بابا هز همه اسناد مداره که شو تلویزیونه. این اسپانسر عزیز خب یا هر اسپانسر دیگه ای تعهد میکنن هدیه به مهمانان بدن، مهمانان برنامه. آره، که میسازی؟ آره هدیه مهمانان برنامه است. حالا چه برنامه عید بوده باشه که حالا جماعتی که تشریف میارن، حالا بازیگر، خواننده است، ورزشکار، هر چی، چه مثلا برنامه ماه عسل، بابا هدیه است. داریم نشون میدیم. امسال هم رو آنتن هدیه میدادیم. همیشه هم نشون میدیم، میگیم از طرف حامی مالی محترم برنامه تقدیم شما میشه. آخه چه من باید هدیه بگیرم دیگه؟ 4 تا گزارش 4 تا دادگارم کسی شنیده باشه. کوتاه بگو. احسان علی خانی 4 بعد از ظهر امروز در برنامه اسکای حالا خورشید در مورد اتهاماتش و مؤسسه سامن الحجج توضیح میده. منتظر مقدار متنابهی پرروبازی و بغض و گریه باشید. خانم یگانه خودنامی نوشته. نه چه پرروبازی، آدم متاثر میشه و غمگین میشه از فضایی که تماشا میکنه. که بازم میگم من حق میدم به خیلی از هموطنان، مخصوصا توده مردم که درگیر بحثای معیشتی هستن، ممکنه دیگه اصلا آمادگی داره این خشمه، این ناراحتیه که سریع این احساس ناامنی که منتظرن که اه فلانی، اه پس فلانی هم همینطور. اگر اتفاقی افتاده در قالب ضوابط و قوانینی بوده، منم مثل شماها، من که سر در نمیارم که آقا این بانک چیه، اون مؤسسه چیه. بعد رفقای نازنین من، کسی میخواد کار عجیب غریبی هم بکنه، کار خلافی هم بکنه، تو پس تو میکنه، دسته کسی رو نمیگیره بیاره رو آنتن تلویزیون. این معلومه که خب نمیدونه این ماجرای چیه و به من ربطی نداشته. نه من مجوزشو دادم، نه مجوز تبلیغاتشو دادم، نه مجوز حضورش در تلویزیون رو دادم، نه مجوز انحلالشو دادم، نه مجوز شعباتشو دادم. شما، من و شما الان میتونیم یه سبزی فروشی بزنیم سر کوچمون بدون مجوز. صبح داشتم میگفتم که تا اماکن و نمیدونم مجوزا و ایناش صادر نشه که اصلا آب فروشی هم نمیتونیم بزنیم. حتی من ناراحتیم همینه. یک الان چند وقته دیگه، 2 سال فکر کنم مثلا 95 داره بررسی میشه.
دقیق و ریز دارن در میارن کی چیکار کرده، کی تحصیلات گرفته، کی نگرفته، چقدر هزینه فلان شده. شفافسازی عالیه، یعنی آدم‌ها بدونن که برای فساد، برای بستن زیر میز به جای روی میز فضای امنی ندارن. رسانه‌ها مثل شیر وایستادن، همه رسانه‌ها، روزنامه‌اش، فضای مجازیش، صدا و سیماش، و رصد میکنن. آقای رشیدپور عزیز، این که اسپانسر پول را به احسان بدهد قانونی است؟ نباید به حساب رسمی واریز شود؟ من یه سوالی دارم از شما، ببخشید این سوال رو میپرسم. هزینه تولید تو رو کی میده رضا؟ متاسفانه اسپانسر. تموم شد. هزینه تولید برنامه 2018 عادل فروسی پور رو کی میده؟ متاسفانه اسپانسر. که به اونم حمله شد. برنامه رامبد جوان خندوانه رو کی میده؟ متاسفانه اسپانسر. برنامه دوره همی مهران مدیری رو کی میده؟ متاسفانه اسپانسر. مثلا مثال شاخص، سریال پایتخت رو کی میده؟ و شما نگاه کنید تو چند ماه اخیر برای پایتخت همین اتفاق افتاد. خب برای اینها، برای اینها ترین... تو نامه‌ای داری به عنوان اینکه معرفی شده باشی از سمت سازمان؟ حتما، این که چیز مشخصیه. آقا ما می‌خوایم برنامه تولید چه؟ یک محصولی تولید شده. ببین مثال دارم میزنم، الان به ذهنم رسید. این مؤسسه یا هر مؤسسه دیگه‌ای رفته یه جایی رو اجاره کرده، مثلا یه ملکی رو که مجوز بگیره تو شعبه بزنه. الان سال‌ها گذشته. حالا بریم سراغ اون مالکه بگیم بیا اینجا اجاره گرفتی برای ملکت، برای چی گرفتی؟ میگه آقا یه جایی مجوز داشته، کار کرده. نگاه تلویزیون هم موقع همین بوده. مثلا تلویزیون چه نفعی داشته تو این ماجرا؟ این همه بانک و اسپانسرها و برندهای دیگه ای صف کشیدن، همه هستن، چه نفعی برای کی داره؟ برای من چه نفعی داشته؟ چه فرق؟ ما دنبال اینیم که کسی بیاد برنامه‌مون تولید بشه، مجبوریم چون پول در تلویزیون نیست. ده بارم گفتیم آقا دولت محترم، مجلس، کمک کنید، لطف کنید که بودجه سازمان تامین بشه که اصلا اسپانسر از تو برنامه‌ها برن بیرون. تو هم یه اسپانسر داری یا نداری؟ بله. مجبوری داشته باشی، کارش نمیشه که، چیکار کنی؟